سوال این است که آیا جمهوری اسلامی میتونه دشمن خودش رو یعنی مردم ایران رو سرکوب و ساکت بکنه به واسطه همین نظامی ها؟ در خدمت سرهنگ پاسدار علی رضایی هستیم، جانشین پیشین اطلاعات سپاه استان اردبیل. خوش آمدید آقای رضایی به امشب صفحه آخر. من بلافاصله اجازه بدین که نخستین پرسشم رو عرض کنم خدمتون. چه راه‌ها و ابزار مقابله با مردم دارد حکومت؟ راه‌هایی که شکست خورده، مثل آوردن بسیج به خیابونا که ظاهرا شکست خورده، با کمتر بسیجی میبینیم تو خیابونا، و چه راه‌هایی که همین الان داره استفاده میکنه؟ بفرمایید، خواهش میکنم. بله، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب راحتی و همه بینندگان عزیز، و آرزوی تحقق آزادی و عدالت و حکومت ملی در گستره ایران. این فیلمی که نشون دادید از سردار اشتری، دلیل اصلی بر وجود این سوال در بدنه نیروهای انتظامی هست که دارن میگن که ما داریم امنیت رو در کشور با سرکوب مردم برقرار میکنیم تا دزدان بتونن کشور رو راحت تر تقابل بکنن. و سوال بعدی در داخل سپاه به وجود اومده که ما داریم از چی پاسداری میکنیم؟ اون دستاوردهای انقلابی که ما قرار بود ازش پاسداری بکنیم چی بود و داریم الان چیکار میکنیم؟ این باعث شده که بین بدنه نیروهای انتظامی و نظامی سپاه یک اختلاف گسترده‌ای به وجود بیاد و اینها سردرگم بشن. روش هایی که اینها معمول داشتن همیشه در برخورد با مردم، خب یک بخشش پیشگیری بود، یعنی اینها اولین کاری که میکردن این بود که کم به اجرای اصل 27 قانون اساسی ندن، به این تجمع مجوز ندن، بعد اگر اطلاعات داشتن که احتمالاً میخواد تجمعی صورت بگیره، اون افرادی که قابلیت لیدری و شکل دهی تجمع رو داشتن بازداشت میکردن، در مرحله بعدی در اون منطقه‌ای که تجمع میخواد صورت بگیره حضور پیدا میکردن و افرادی رو که احساس میکردن برای تجمع اومدن اونها رو بازداشت میکردن. وقتی تجمع شکل گرفت با اقدامات پلیسی دهشت‌آور نظیر حمله و مانور سعی می‌کردند به اصطلاح تفرقه ایجاد بکنند، در مرحله بعدی بسیج رو وارد می‌کردند که بگن مردم در برابر مردم ایستادند، و در مرحله بعدی دست به اسلحه می‌شدند، حالا یا اسلحه‌های غیر کشنده و در مرحله بعدی قتل عام. اون اتفاقی که در به اصطلاح خیزش اخیر شد، اون مرحله بسیج حذف شد، یعنی مستقیما از اون مرحله دهشت افشانی به مرحله دست بردن به سلاح رسیدن، که این هم دو چیز رو نشون میداد. اول اینکه ریزش در بدنه بسیج خیلی زیاد بود و نتونستن بسیج رو وارد بکنن، دوم اینکه نگرانی خیلی بزرگی پیش رو هست که مرتبط با تغییرات در رهبری هست. بسیج رو نتونستن وارد بکنن، یعنی اینکه یعنی چی؟ مگه بسیج یک نیروی سازمان یافته زیر فرماندهی سپاه پاسداران نیست؟ چجوری نتونستن واردش کنن؟ نه، بسیج که نیروی رسمی سپاه نیست، اینها سازماندهی شدن در قالب گردانهای امام حسین، گردانهای امام علی و رده های مختلف نیروی مقاومت بسیج. اینها رو فراخوان میدن که بیان و در این سازماندهی شرکت بکنن. در دو سال اخیر در اکثر تجمعاتی که میخواست صورت بگیره فراخوان‌هاشون به شکست خورد، لذا حتی گردان امام علی که اصلی ترین گردان سرکوب سپاه بود، نیروهای بسیج، اینها رو هم نتونستن تحقق پیدا بکنن و اومدن پرسنل یگانهای رزم سپاه رو در اینها تزریق کردن. این نشون میده که واقعا دیگه نمیتونن روی بسیج به عنوان یک نیروی سرکوبی، به عنوان یک نیروی داوطلب حساب باز بکنن. آقای رضایی، علتش رو فکر میکنید این است که پیوستن به بسیج کاهش پیدا کرده، یا دیگه نمیپیوندن بچه ها به بسیج، یا اینکه، یا نمیدونم، آخه خانواده ها مثلا همیشه من ذهنم درگیر این هستش که به هر حال خانواده های این افراد هم هستن که میتونن دخالت بکنن، همه خانواده هاشون که به قول ما قدیمی ها حزب اللهی نیستن که، بسیجی نیستن که. ببینید، یکی از سرداران ازشون سوال شد که
آیا چقدر به اصطلاح جمهوری اسلامی و سپاه در سقوط داعش نقش داشت، چقدر آمریکا نقش داشت؟ این جوابی که داد خیلی جالب بود، گفت که واقعیت این هست که داعش رو نه ما شکست دادیم و نه آمریکا. داعش به این دلیل شکست خورد که اون ایدئولوژی که باعث شکلگیری یک جریان افراطی نظامی، شبه نظامی و تروریستی شده بود، این از بین رفت و این خود به خود فرو پاشید. این اتفاق برای جمهوری اسلامی هم داره اتفاق میفته. دیگه اون ایدئولوژی آرمانگرایانه، مقدس معابانه، وصل به خود ارزشی نداره و این باعث شده که نه تنها بسیج دیگه انگیزه برای پیوستن به سپاه و حاکمیت نداره، بلکه اونهایی که در درون حاکمیت به عنوان نیروهای مسلح هستن هم سوالات بسیاری براشون در حوزه ایدئولوژی که به اصطلاح جمهوری اسلامی به وجود اومده. آقای رضایی، الان شما در پاسخ سوال اولا مرحله بندی کردین که در گذشته چجوری طبق سازمان کار به اصطلاح کار سازمان یافتشون چند پنج مرحله رو شمردیم. الان در چه مرحله ایه؟ در چه مرحله سرکوب قیامه جمهوری اسلامی؟ خود سپاه یک مقدار مردد بود در این اتفاقات اخیر که مستقیما دست به اسلحه نبره. خیلی تلاش کردن که نیروهای سپاه به عنوان کمکی نیروی انتظامی عمل بکنن و اگر قرار باشه وارد بشن و مسلحانه بخوان برخورد بکنن، از لباس نیروهای مسلح دیگر استفاده بکنن. بازداشت‌هایی که در شهرهای مختلف شده هم همینطور هست. اونهایی که در میدان اینها رو بازداشت کردن، سعی کرد اطلاعات سپاه مشخصاتش رو بده و از طریق نیروی انتظامی این اقدام صورت بگیره. لذا از یک طرف اینها به شدت احتیاط میکنن که مانند آبان 97 به اصطلاح تعداد کشته زیاد بود دستشون نمونه. از طرف دیگر چون غافلگیر شدن به نوعی، نتونستن رسانه ها رو، اینترنت رو به موقع درست کنترل بکنن، نگرانیشون از فیلم هایی که وجود داره و اون عواقبی که براشون هست وجود داشت. با این وجود خب جمهوری اسلامی در سابقه خودش نشون داده که اون جایی که لازم باشه از خشونت نمیپرهیزه و دست به جنایت هم میبره. در همین اتفاقات اخیر ما میبینیم که جنایت های فجیعی شده، از جمله شهادت اون دختر جوان خانم حدیث نجفی انقدر جنایتکارانه بود که تمام اون جریان سایبری رو بسیج کردن که اصلا زیر سوال ببرن شهادت این دختر رو، در حالی که خب شاهدهای وجود داشتن و با یکی از شاهداش من از نزدیک صحبت کردم. این دختر جوان سرشار از انرژی و عشق و زندگی میاد اعتراض میکنه، در برابر اون مأمور انتظامی وای میسته و شعار مرگ بر دیکتاتور میگه. یکی از مأمورین میاد و سعی میکنه که این رو آروم بکنه و بهش با زبان نسبتاً خوش که دختر برو الان میزنن چیکار میکنه، و این حرکتی نمیکنه، به شعارش ادامه میده. مسئولش میاد میگه که بزنش. این مأمور نمیزنه، خود مسئول دو قدم میره عقب، اسلحه رو میگیره تو صورت دختر و از فاصله نزدیک به چهره ایشون شلیک میکنه. خب این همون هرمله ای هست که سالها جریان روحانی از این به عنوان مثلا یک جنایت تاریخی که 1400 سال قبل اتفاق افتاده این هست. چنین جنایت های انقدر وحشتناک هست که خودشون هم میترسن که به اصطلاح دامن زده بشه، اصلا مشخص بشه، لذا میان دست به تکذیب چنین اتفاقاتی میکنن. لذا عرض کردم اون جایی که لازم باشه از جنایت هم پرهیز نمیکنن. ببینید آقای رضایی، اولا اون کسی که اون فرماندهی که این تیراندازی رو به حدیث کرد، شما هیچ اطلاعی ازش دارین؟ میدونین کیه؟ متاسفانه اطلاعات از مشخصاتش ندارم و این تقاضا رو از نیروهای مسلحی که اونجا بودن، از شاهدهایی که اونجا بودن، چون این یک جنایت هست، این رو حتما اگر هویتش رو میدونن به مردم معرفی بکنن. ببینید اصولا سپاه، شما از اطلاعات، یعنی گفتین که اطلاعات سپاه اسم مشخصات مردم رو در این قیام اونایی رو که میخواد بازداشت بکنه، که الان هم بیشتر داره بازداشت میکنه،
اینها رو میده به نیروی انتظامی، نیروی انتظامی میره بازداشت میکنه، خیلی هم وحشیانه میبینیم بازداشت میکنه، خب جوابش خیلی جواب میگیره. نقش سپاه به عنوان یه نهاد تصمیم ساز در جمهوری اسلامی، در ایجاد شرایطی که ایران رو امروز به اینجا رسونده، چقدر تعیین کننده بوده؟ ببینید سال 57 یک جمع کثیری از مردم ایران بر اساس اون مسائلی که در کشور بود احساس میکردن که شرایط آزادی، شرایط اعتقادی، شرایطی که حالا اون موقع تبلیغ شده بود مناسب نیست، انقلابی رو شکل دادن، حکومت رو عوض کردن، شعارها هم مشخص بود، اون چیزهایی که میخواست مردم استقلال بود، آزادی بود، اسلامیت بود، عدالت بود، نام بود، کار بود، اون دستاوردهای انقلاب این مسائل بود. اومدن یک رده ای رو، تشکیلاتی رو به نام سپاه پاسداران درست کردن که از این دستاوردها حفاظت بکنه. اتفاقا من معتقد هستم اگر قرار باشه فرماندهان سپاه رو روزی محاکمه میکنن، اولین اتهامی که بهشون وارد هست این هست که شما چرا از انقلاب اسلامی دفاع نکردید؟ چرا از انقلاب اسلامی حفاظت نکردید؟ مشکلی که الان در کشور وجود داره این هست که اون آزادی که ملت اونجا میخواستن طبیعتاً آزادی ظاهری و نمیدونم حجاب و اینا که نبود، این آزاد بود، آزادی بیان بود، آزادی عقیده بود، آزادی رسانه بود، آزادی اجتماعات بود، آزادی تحزب بود، این مسائل رو میخواستن که آزادتر نسبت به اون دوران باشه. همین افرادی که امروز سرداران سپاه هستن، امروز خودشون رو انقلابی میدونن، همون زمان در واقع همین 20-16 ساله های شبیه امروز بودن که آتش میزدند، نمیدونم مغازه‌ای که احتساب نمیکرد غارت میکردند، مأمور شهربانی رو، کلانتری رو به نمیدونم پشت ماشین میبستن، قتل میکردن. همین افراد که خودشون رو انقلابی میدونستن و میخواستن از اون ارزش ها دفاع بکنن، الان به مراتب بدتر و شدیدتر اختناق رو در کشور به وجود آوردن. لذا هر اتفاقی که در کشور اومده افتاده، هر اتفاق منفی که افتاده، حتی چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، چه در دولت و مجموعه حاکمیت، مقصر اول و اصلیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست که از انقلاب اسلامی نتونسته پاسداری بکنه. آقای رضایی، فکر میکنین که چقدر امکان داره که سران سپاه در آخرین لحظات نیروهاشون رو ول کنن و فرار کنن از کشور؟ ببینید فرماندهان سپاه رو میشه به دو دسته تقسیم کرد، اونهایی که عامل هستن مثل همین فرماندهان سپاه های استانی و فرماندهان کیف و لشکر و اینهایی که در استانها و یگانها هستن. خب اینها بیشتر به عنوان سرکارگر به اصطلاح محسوب میکنن، یعنی حتی در حاکمیت اینها رو حساب نمیکنن. اگر برید رزومه اینها رو بررسی بکنید، اکثرا تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم دارن که در دانشگاه امام حسین حالا آوردن یه دوره‌ای براشون گذاشتن که یه معادل فوق دیپلم لیسانس بهشون بدن که اعتماد به نفسشون بالا بره. یک به اصطلاح طیف عامر هم هست که سرداران سطح کلانی هستن که خیلی ها اصلا چهره هاشون هم مشخص نیست، اسمی ازشون هیچ جا نیست. اینها اون تصمیم سازها هستن که دارن هدایت میکنن مجموعه سپاه رو در کنترل همه ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور. برای این افراد خب قطعاً، نه اینکه قطعاً میگم، یعنی بر اساس اطلاعات میگم، شرایط خروج از کشور رو از سالها قبل، یعنی از دهه 80 فراهم کردن، پس از حوادث که در تهران اتفاق افتاد 88 و البته قبلتر از اون که دولت آقای احمدی نژاد وزارت نفت رو در اختیار سپاه گذاشت و سردار رستم قاسمی اومد اونجا، بخش بزرگی از صنعت نفت دیگه ملی نشد، یعنی صنعت نفت رو در اختیار بخشیش رو قرارگاه خاتم الانبیا قرار دادن که خود رستم قاسمی از اونجا اومده بود. خب قیمت نفت هم خیلی زیاد بود، اینها هم میگفتن که به خاطر تحریم‌های وارده ما بایستی از طریق دور زدن بتونیم نفت بفروشیم. اینا اومدن هم نفت ملی رو گساخ کردن، هم پولش رو به دولت ندادن، بلکه اووردند یک فردی رو، حالا این رو اولین بار هست شاید کلا رسانه‌ای میشه،
فردی به نام آقای علی چاخاری وجود داره. ایشون اصالتا تبریزی هست، ولی خب اون اوائل انقلاب از ایران رفته بوده، اقتصاد خونده، حدود 30 سال ساکن سوئیس بوده و با یکی از شرکت‌های کارگزاری کریدیت بانک سوئیس ایشون همکاری میکرده. آقای رضایی معذرت میخوام، این قسمت برای اینکه مهمه، همینطور که میگین اولین بارم داریم میشنویم، از اول بگین. منتها قبلش میخوام ببینم این آقای علی چاپاری گفتین؟ بله. این علی چاپاری همون کسی نیست که با مشخصات که ازش دادین که پدرش یکی از فرماندهان نیرو انتظامی بود قبل از انقلاب که در جریان انقلاب اعدام شد؟ من با ایشون نزدیک به 3 ماه، شایدم 4 ماه همسلول بودم در زندان تبریز. در واقع زندان تبریز یک بخش ویژه داره که اونهایی که ممنوع تماس و ممنوع ملاقات هستن اونجا نگه میدارن. در اون دوره ای که من رفتم اونجا، البته قبل از من ایشون و آقای دکتر بهراب و دکتر عادلی شهردارهای تبریز اونجا بودن، من هم اونجا شدم. تقریبا ما 4 نفر همسلول شدیم، البته بعدا اون 2 نفر شهردار آزاد شدن ولی ما موندیم، لذا ارتباط بسیار نزدیکی داشتم. البته این خودش ابتدا به من شک میکرد که شاید مثلا منو فرستادن که از این اطلاعات بگیرم. ماجرا چی بود؟ ایشون بله همین شخص هستن، پدرشون قبل از انقلاب رئیس در واقع راهنمای رانندگی بوده، دوره انقلاب زندانی میشه و حکم اعدام هم بهشون میخوره، ولی تا اونجایی که من متوجه شدم اعدام نمیشه، حالا به خاطر سن بشه یا شرایطی توی به هر حال، شاید هم فوت میکنه در زندان. به هر حال ایشون میره خارج از کشور و نهایتا در دوره احمدی نژاد که ایشون رو پیدا میکنن که یک فردی هست که میتونه حساب بانکی از طریق این باز بکنن، سپاه و مستقیما قرارگاه خاتم الانبیا بهشون وصل میشه. ایشون اون چیزی که خودش میگفت، برای حدود 200 نفر از سرداران سپاه در کریدیت بانک سوئیس حساب باز میکنن که خب طبیعتا این حساب برای این هست که در شرایط لازم هم اینها رو خانواده هاشون رو از کشور خارج بکنن، هم بخشی از اینها رو برای مبارزه، یعنی در واقع توضیحشون این هست که اگر زمانی حاکمیت ساقط بشه ما پشتوانه مالی داشته باشیم که بتونیم دوباره این حاکمیت رو به دست بیاریم. و ریزش رو میدونین که چقدر این هزینه مالی بوده هست و این 200 فرمانده ارشد سپاه آیا گزینه شدند پیشا پیش هستند و چقدر اطلاعات دقیق تر دارین؟ خلاصه ببین، اطلاعاتی که من الان حضور ذهن دارم این بود، سردار امین شریعتی که معاون رستم قاسمی در واقع معاون قرارگاه خاتم الانبیا بود به ایشون وصل میشه و این سردار هست که افراد رو به ایشون معرفی میکنه که برای چه کسی حساب باز بشه. مجموع پولی که در حساب ها ریخته شده حدود 200 میلیارد دلاره. البته علتی که ایشون فرد رو بازداشت کرده بودند هم جالب هست. به ایشون وعده داده بودن که بالاخره دیگه امنیت داری و میتونی بیای بری کشور و اینا، ایشون هم اومده بود، حالا قطعا یه فرساندی هم گرفته بود، اومده بود و در تبریز یک شرکت صنایع غذایی رو به نام آریان تبریز راه اندازی کرده بود. وزارت اطلاعات بر اساس اون اختلافی که با سپاه داره و میخواد سر در بیاره از کارها، ایشون رو بنا به دلایل اقتصادی مثلا بازداشت کرده بود، در حالی که یک فرد اقتصادی رو که نمیارن در بند ویژه ممنوع تماس ممنوع ملاقات نگه دارن. اوورده بود اینجا که این 200 نفر رو بتونه که اینها کیا هستن. ایشون هم تا اون موقع مقاومت میکرد، دلیلش این بود که فکر میکرد دوباره احمدی نژاد رأی میاره ازش حمایت میکنه یا سپاه میاد این رو نجات میده. این در حالی بود که چون بازپرس ما 2 نفر هم یکی بود و من بعدا تحویل حفاظت اطلاعات سپاه شدم از وزارت اطلاعات، من این ماجرا رو که به حفاظت اطلاعات سپاه گفتم دیدم که اونها خیلی خیلی راضی هستن از اینکه این فرد در زندان هست. حتی خبری رو از بازپرس بهش آوردن که رقم بین 500 تا 700 میلیارد دلار هست. ایشون سکته کرد، یعنی من شاهد سکته کردن ایشون در زندان تبریز بودم. حالا
عمدن این خبرها رو میرسوندن که ایشون رو به قتل برسونن یا چی. نهایتاً این خودش گفت که نه 700 میلیارد نیست، این 200 میلیارد دلار هست. بعد همینشون رو به بند فرستادن. من اطلاعی ندارم که واقعاً اونجا تو زندان آزاد شد، فوت کرد، سربنیست کردن، و فکر میکنم که سوژه بسیار ظالمی هست برای اونهایی که دنبال حقیقت و عدالت و در واقع خبرنگارهای آزادی که برن این رو پیدا بکنن. و اگر خودش یا اطرافیانش صدای من رو میشنوه، امیدوارم که با رسانه ها تماس بگیرم و این ظلمی که به ملت شده، سرقتی که صورت گرفته و امنیتی که برای سرکوبگران فراهم آوردن، این به نوعی آشکار بشه. این آقایی که درباره صحبت میکنیم، علی چاپاری، در زندان با شما با دو تا از شهردارهای زندانی تبریز شما در یک اتاق بودید، چهار نفری ممنوع ملاقات بودید، و یعنی اون دو شهردار تبریز هم که اسمش رو خواهش کنم یه بار دیگه بگین اسمشونو. آقای دکتر بهرا بودند و آقای دکتر عادلی. یعنی اونا هم شاهد این ماجرا هستن؟ بله، علاوه بر اینکه اونا شاهدند، دو نفر از سه نفر از زندانیان سیاسی هم به نوعی مدت کوتاهی رو اومدن. حالا اسمشون رو نگه، چون زندانیان سیاسی امنیت ندارن، ولی شهردارا به هر حال از ابواب جمعی خود حکومتن و میتونیم اینجا اسمشون رو بگیم، اون شاهد که هستن، شاهد این موضوع. که من میخوام جمع‌بندی بکنم که برای بیننده ها ساده تر باشه شاید، که این آقای علی چاپاری آدمی است که در سوئیس حساب بانکی کردیت بانک سوئیس باز کرده و به گفته خودش 200 میلیارد دلار از پول فروش نفتی که در دور زدن تحریم ها دوره احمدی نژاد به ایران بر نگشت و بعد گفته شد 700 میلیارد دلار در مجموع بوده که گم شد، و خودش گفته که 200 میلیارد دلارش رو سپاه از طریق سردار امین شریعتی، که حالا عکسش رو اقل داریم، یکی رو میتونیم دوباره ببینیم، از طریق سردار امین شریعتی که در واقع سازمانده و برنامه‌ریز و شاید کارچاخون اصلا این ماجرا بوده است، سردار امین شریعتی زنده است الان، از طریق او این پول منتقل می شود به سوئیس برای اینکه حدود 200 نفر از فرماندهان سپاه، فرماندهان ارشد سپاه، اگر اوزا به قول اسمونیا چاچبی بشد، اینا بزنن برن بیرون، یعنی مثل اوزا فعلی. این آقای سردار امین شریعتی فرمانده لشکر عاشورا در جنگ ایران و عراق بود که میگفتن جوان‌ترین فرمانده، الان هم با خامنه ای دارین میبینین، فرمانده جنگ، و اینجا هم با ابو مهدی مهندس و سلیمانی که خبر مرگ دوتاشون شنیدین، و این هم اون که وسط وایساده باز هست که عکس سالمندیشه که مال الان و الان زنده است و در اون دستگاه داره کار میکنه و مسئول نمیدونم سازماندهی، بخشی از سازماندهی اربعین بود و اینها در یکی دو سال اخیر. باری خب آقای رضایی عزیز، بفرمایید که چقدر از نیروی نظامی و انتظامی امکان ریزشش هست. همین الان شما در باره بسیج گفتین که خب ریزش آشکاری داشته است که نتونسته بسیج رو بسیج کنه در واقع. خب انتظار ریزش نیروهای سرکوب به طور کلی در این روزها آیا هست، یا دیگه اینایی که موندن اون گوشت لخمه در واقع دستگاه سرکوبه؟ ببینید، اتفاقی که اخیراً افتاد به نوعی جنبش زنان میشه این رو به اصطلاح گذاشت، یعنی زنها و خانمها بسیار پیشتاز بودن. این خانمها خب همسران، مادران و فک و فامیل نیروهای مسلح هم هستن، و خوشبختانه فشاری که روی نیروهای مسلح از طریق خانواده ها اومده خیلی زیاد بوده، لذا همین الان هم ریزش هست. یعنی من اینجوری بگم که شورش بعدی احتمالا در داخل سپاه، در اتاقهای جلساتی که وجود داره، در
کلاس های عقیدتی سیاسی اتفاق خواهد افتاد. یعنی نه تنها ریزش، بلکه سوالات بسیاری براشون به وجود اومده و اون ایدئولوژی که وجود داشت به شدت ریخته. این باعث میشه که فتح بیداری در بین نیروهای مسلح و نیروهای سرکوب به شدت افزایش پیدا بکنه و انتقاد بسیار زیادی رو نسبت به فرماندهان خودشون داشته باشن که خب جای امیدواری بسیاری داره در تحقق اون آزادی و عدالتی که ملت منتظر هستن. آقای رضایی، این سوال ازتون میکنم، خواهش میکنم اگر اطلاع دارید بفرمایید، همینطور که سوال قبلی رو با اطلاع من قبل از اینکه به بیننده ها عرض میکنم، قبل از مصاحبه با آقای رضایی صحبت میکردیم، گفتیم که تحلیل رو بذاریم برای تحلیلگران و بیایم اطلاعات فقط بدیم، آن چه هایی رو که نمیدانن مردم، و در نتیجه این پاسخ به سوال اخیری هم که ایشون دادن بر اساس اطلاعات قطعی و ارتباطاتی که دارن که فرمودن در داخل خود سپاه کلاس های عقیدتی که اطلاعات سپاه میذاره، کار اصلی ایشون بوده، اعتراضات در اونجا شروع میشه. خب سوال هم این است که ارتش خیلی ها شعار میدن و یا در واقع دلشون میخواد و گفته میشود و در فضای مجازی به ویژه زیاد میبینیم که میگن ارتش چرا نمیپیونده به مردم، آیا اصلا چون این چیزی در ایران امروز عملی است، میتونه اتفاق بیفته؟ اتفاقی که برای ارتش افتاده، ارتش رو چون یک نهاد موازی به نام سپاه هست به شدت محدود کردن. یعنی وظیفه این که بر عهده ارتش گذاشتن فقط حفظ تمامیت ارضی کشور است، در حالی که وظیفه ای که ارتش در اکثر کشورها و دنیا داره حفاظت از در واقع چجوری میگن منافع ملی هست، حفاظت از امنیت ملی هست. وقتی از امنیت ملی صحبت میشه یعنی این که شرایطی که جان انسانها، جان شهروندان اون کشور، جان اون ملت به صورت انبوه در خطر بیفته، ارتش میتونه جلوی این وایسته. در کشورهای مختلف هم شده که نیروهای سرکوبگر انتظامی امنیتی وقتی به شدت دارن با مردم برخورد میکنن، ارتش میاد در طرف مردم قرار میگیره. این سخن چگوارا که پروازی که اسلحه خودش رو به روی مردم میکشه لایق زنده ماندن نیست، این بیشتر در حوزه ارتش کاربرد داره که ارتشی ها بیان و کسانی رو که در برابر مردم اسلحه میکشن اینها رو در مقابلشون قرار بگیرن. لذا این اتفاق میتونه بیفته به خاطر اینکه ارتش باید مدافع مردم و تمامیت ارضی کشور باشه. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ دلیلش این هست که طی این مخصوصا 20 سال، یعنی از دهه 80 به بعد که سپاه وارد اون فضای اوربخش داخلی شد، هر گونه استخدام در کشور رو منوط به بسیجی بودن کرد. یعنی همه نیروهایی که در نیروی انتظامی، در ارتش، در نمیدونم بانک، در وزارتخانه‌های مختلف استخدام شدن، شرطش بسیجی بودن بود. لذا این نیروهای جوان، با اینکه در بین اینها هم ریزش‌های بسیاری هست، با اینکه خیلی از اینها براشون شغل بوده، خیلی از اینها را بر اساس اون عشق به نظامیگری پیوستن، اما به نوعی گزینش شده به نفع حاکمیت هستن، نه به نفع کشور و ملت. به خاطر این در بدنشون این مشکل هست، ضمن اینکه تقریبا تمام فرماندهاشون فرماندهان همسو با سپاه انتخاب شدن و این هم یک عامل محدود کننده است. البته ارتش هنوز هم سربازخانه است، این خیلی مهم هست، چون سرباز همه وظیفه دارن که یک دوره سربازی رو بگذرونن و اتفاقا بر اساس قانون اول باید اون سازمان ارتش پر بشه، بعد به سپاه و نیرو انتظامی بدن. این سربازها خب خود ملت هستن، اصلا خارج از ملت نیستن. در شرایط اضطراری سربازها میتونن با خارج شدن از به اصطلاح در واقع فرار از خدمت، باز کردن بخشهایی از پادگانها، راهکار دادن به مردم، ارتش رو یا بخشهایی از ارتش رو در اختیار مردم انقلابی قرار بدن. خب البته بحث این هست که مرحله انقلاب کی هست، در واقع چه شرایطی باید اتفاق بیفته که اون سرباز یا اون فردی که در حاکمیت هست احساس بکنه که داره انقلاب میشه یا انقلاب شده، فرو شده. خب این بحث جداگانه است.
خب نمیخواین بهش بپردازین؟ الان فرصت نداریم، من سوال دیگه رو بکنم، یا همینجا میخواین بهش بپردازین؟ بله اگه سوال باشه خب خدمت شما عرض میکنم. ببینید یکی از چیزهای مهمی که در این قیام آدم میبینه همبستگی مردم علیه حکومته. این همبستگی فارغ از تفاوت‌های قومی، زبانی، غیره و غیره و غیره، ملی، ملیتی، هر که هر اسمی روش می‌ذاریم. چون برای مثال عرض می‌کنم که روشن بشه، اوایل انقلاب با دسیسه‌هایی که ملا حسنی و بقیه حکومتی‌ها راه انداختن تو نقده و شهرهای دیگه آذربایجان غربی و کردستان و حتی شرقی، تنشی که بین ترک‌ها و کردها بود بی سابقه شده بود. ولی حالا می‌بینیم که شعار در حمایت از همدیگه میدن، به ویژه شعاری که ما در شهرهای آذربایجان مکرر شنیدیم در دفاع از کردستان، که آغاز اعتصاب سراسری در کردستان با فراخوان احزاب کرد شروع شد و البته اونم خیلی مهم بود که باید یه موقعش پرداخت، که اون نشون داد که احزاب کرد نفوذ توده‌ای وسیعی دارن و با یک فراخوان به اعتصاب سراسری اعتصاب کردن مردم. خب آقای رضایی، اطلاعات جدید از نهادهای سرکوب در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی که کار اصلی شما بوده چیه؟ ببینید یکی از نشانه هایی که میگیم از مرحله اعتراض به مرحله انقلاب داریم گذر میکنیم و شواهدش هست این هست که آذربایجان به پا خواست. مستحصرید که پس از سال در واقع 85 و اون تأخیرهایی که حاکمیت به صورت سیستماتیک بر علیه آذربایجان کرد، آذربایجان در اعتراضات مرکزگرایانه شرکت نکرد. اما در یک سال گذشته، یعنی سال گذشته، برای دفاع از اون ظلمی که در خوزستان میشد بر علیه ملت عرب و مردمی که اون منطقه بودند شروع کرد، یعنی وارد حوزه میدانی شد و امسال هم در همین قضیه اخیر وارد شد و حتی حمایت و پشتیبانی از کردستان رو سر داد. البته باید این رو خدمت همه ملت ایران عرض بکنم که فعالین سیاسی در آذربایجان یک بدبینی رو به حاکمیت مرکزگرایانه به وجود اومده درشون و متاسفانه هم جمهوری اسلامی داره از این بهره برداری میکنه، هم یک جریان غیر دموکرات داخل ایران، حالا من اسم نمیبرم که به چه مشهور است، اما این جریان هم دقیقاً همسوی با جمهوری اسلامی داره اون خواسته هایی که میتونه آذربایجان رو به صحنه بکشونه و در صحنه نگه داره و حامی همه ملت ایران باشه از این داره دور میکنه. لذا من توصیم این هست که ببینید شعاری که در آذربایجان داده میشه آزادی، عدالت و حکومت ملی است. این شعار به نظر من شعار بسیار به اسلام مقدمی هست، بسیار پیشروانه هست و در واقع همه خواسته های ملت ایران در این شعار، یعنی سه مرحله آزادی، عدالت و حکومت ملی قابل تحقق است. لذا به نظر من بایستی روی حرکت ملی که در آذربایجان شروع شده و سالهاست که وجود داره و خواستاش من جالب هست که اجرای قانون رو از حاکمیت میخوان، این رو بایستی دقت بشه و دامن زده نشه به اختلافاتی که باعث بشه آذربایجان دور بشه از این به اصطلاح جریان انقلابی که شروع شده و به نظر من با اون اطلاعی که من دارم و نگرانی و ترسی که در حاکمیت به وجود اومده از خیزشی که در آذربایجان شده این ادامه دار خواهد بود و انشالله به نتیجه خواهد رسید. آزادی، استقلال، حکومت ملی، منظورتون حکومت سراسریه، حکومت ملی برای کل مجموعه اقوام و با تابع دموکراسی باید باشیم، یعنی رأی مردم هرچه که باشد. بسیار رأی مردم ملاک هست. بله درود بر شما. سرهنگ پاسدار علی رضایی، جانشین پیشین اطلاعات سپاه استان اردبیل که در خدمتتون بودیم، بسیار سپاسگزارم.